در آغاز بیمیلی و ترس و تصور بر شکست ناپذیری دشمن مشکلات اصلی هستند. در شیلی 10 سال طول کشید تا دموکراسی خواهان مخالف حکومت توانستند بر بیمیلی و ترس غلبه کنند. بسیار خوب. چگونه اعتراضات را سازمان بدهید؟ اعتراضات عمومی می تواند خیلی مؤثر باشد، ولی بخش کوچکی از مقاومت مدنی را شامل شده و تنها یکی از صدها تاکتیک است. بدون آمادگی لازم تجمع و راهپیمایی می تواند اشتباه باشد. برای پلیس سرکوب کردن چنین تظاهراتی بسیار ساده خواهد بود. چند صد و حتی چند هزار نفر در خیابانها تهدیدی برای رژیم‌های اقتدارگرا نیستند. اما تظاهرات خیابانی شما را در معرض خطر قرار می‌دهد. تا وقتی که نتوانید توده انبوهی از جمعیت را سازمان دهید، این گونه تظاهرات بی اثر بوده و شما را ساده جلوه می‌دهد. اگر تظاهرات انبوه نکنیم، پس چه کار کنیم؟ تصمیم با شماست. انتخاب‌های شما تقریبا نامحدود است. گفتگو، بحث و برنامه‌ریزی کنید. چه باید کرد؟ کی؟ و چرا؟ راه برد خود را تعریزی کنید. اعتصاب و بایکوت ابزار نیرومندی هستند که تعداد زیادی از مردم می توانند در آن شرکت کنند بدون اینکه در معرض گاز اشک‌آور، ضرب و جرح یا بازداشت قرار بگیرند. تمام مردم می توانند در جنبش مشارکت داشته باشند. کودکان، زنان، مردان، جوانان و بزرگسالان می توانند سهم خود را ادا کنند. در آفریقای جنوبی فعالین ضد تبعیض نژادی کسب و کار سفیدها را بایکوت کردند. ده‌ها هزار نفر از مشتریان خرید از منطقه سفیدها را تحریم کردند. آنها قانونی را نشکستند و خود را در معرض آزار و ایذا قرار ندادند. ولی وقتی قدرت خرید خود را از آنها دریغ کردند، صاحبان مشاغل سفید پوست به نارضایتی آنها توجه کردند و به صورت متحدین آنها برای تغییر در آمدند. ما رهبر کاریزماتیک نداریم. شما نیازی ندارید. تنها چند جنبش مقاومت مدنی رهبران کاریزماتیکی چون گاندی و مارتین لوترکینگ داشتند. شیلی، سربستان و ده ها جنبش موفق بیخشونت دیگر چنین رهبرانی نداشتند. اگر جنبش بیش از حد به یک رهبر بستگی داشته باشد، اون رهبر بازداشت شود، ممکن است جنبش از نفس بیفتد. روش کار پلیس این بود که اول رهبری را هدف قرار دهد، ولی با ایجاد لایه‌های مختلف رهبری دست به پیشگیری زدیم. وقتی رهبری در جنبش پراکنده و ناشناخته باشد، دستگیری همه آنها امکان پذیر نیست و حتی اگر رهبران در سطوح بالا دستگیر شوند، جنبش ادامه پیدا می‌کند. این روش در کشور من کار نمی‌کند. ممکن است حق با شما باشد و استراتژی بیخشونت علیه هر رژیمی کار نکند. بسیاری از مردم در اینکه این شیوه بتواند علیه رژیم‌های بی‌رحم و سرکوبگر کار کند شک دارند.